به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدید شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با هم میخوانیم فصل چهارم به امروز شروع میکنیم و عنوان چی است مثلثات میخوانه سایست و درس چندم هستیم درس اول خب شاگردان عزیز دقت کنید این بخش از ریاضیات که مثلثات نام دارد بسیار مهم است شما صد فیصد رو باید یاد بگیرید از اول 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 مثلثات سایست که ما ساین میخوانیم کساین میخوانیم تانجانت میخوانیم تانجانت میخوانیم و بسیار مهم است پس خوب فکر تا بگیر خوب گوش کو که دقیق امی درس امروز یاد بگیری صحیح خب اما اهداف درس امروز ما و شما اول از همه قضیه تالس در مثلث می یا تالس هم گفتیم که برو میگه که اگر یادتون باشد در سال قبل در سال گذشته قضیه تالس ما و شما خواندیم در اینجا فقط یک یادآوری یاداوری میکنیم و بعد از او ساین یک زاویه حاده را میخوانیم ساین ساین یک زاویه حاده چه زاویه حاده رو خوب می‌فهمیم زاویه که از 90 درجه کمتر باشد به با ما می‌گیم زاویه حاده حالی ساین تعریف می‌کنیم که ساین یک زاویه معنایش چی است باز بخیر در سای بعد کوساین تانجانت و کوتانجانت هم بخیر می‌خوانیم درست است پس میریم سر تخته ال قبل که بریم سر تخته کارخانه گیر قرار با ما چی کنید روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند بود 209064 780 255 4013 درست است پس میرم سر تخته و درس خود شروع میکنیم بخیر قضیه تالس در مثلث یا قضیه تالس در مثلث چی است پس من نوشته میکنم قضیه تالس قضی تالف به شکل است میگه ما و شما اگر یک مثلث دلخوا داشته باشیم فرق نمی کنه مثلث ما و شما باشه A B C و اگر بیایم ز... یک زل داشته یک پارخط خط به اونها مثال A B C D E به با شکل باشد که D E ما و شما موازی است با B C پس یعنی خطی که کشیدیم یعنی چی موازی است پس DE موازی باشد با BC یعنی علامت چی هست؟ یعنی سمبل موازی بودن نشان متفعیست خب قضیه تالف به شکل است اگر یک مثلث دلخواه ما و شما ABC داشته باشیم و خط DE یا پاره خط DE با BC ما و شما چی باشد موازی باشد خب نتیجه میگیریم از از اردو نتیجه میگیریم چه نتیجه میگیریم دقت کنید ما و شما چند تناسب می تونیم نوشته کنیم که AD دقت کنید AD بالای DB پس AD بالای DB مساوی میشه AD با. بالای DB مساوی میشه AE بالای EC AE بالای EC سهیست؟ پس فهم چی رقم شد؟ AD بالای DB مساوی است AE بالای EC به با چی میگن؟ به این میگن تناسب جز به جز یک جز بالا یک جز دیگه یک جزء بالای جزء دیگه میتونیم خب شاگرد عزیز در سن فرشته میشه تا که تناسب خاصیت های متفاوت دارد نه میتونی اینا معکوس بسازی یعنی بگی دی بی بالای ای دی مساوی ای سی بالای ای یا رو خب میتونیم دریافت کنیم میتونیم طرف وسطین بسازی میتونیم جای جملات چی وسطین تبدیل کنیم میتونیم جای جملات طرفین تبدیل کنیم صحیح یا پس یار میتونیم این داریم پس فعلا همین روشا می کنیم دیگه از این دریافت میشه و به این میگیم چه تناسب جزء به جزء یک جزء بالای جزء دیگه مساوی است و جزء بالای جزء دیگه به این تناسب برقرار است و میتونیم ثبوت کنیم یک تا دیگه هم داریم تناسب دیگه هم داریم تناسب جزء به کل گفته میشه ای این نکته این نکته بسیار مهمه سوال از این دومی میآید ای دی بالای کل پس جزء بالای کل ای دی بالای ای بی. پس دقت کنید بالای ای بی مساوی است با ای ای e بالای ای سی آفرین بگین ای ای e بالای ای سی و نکته بسیار مهم در اینجاست که در جزء کل که ما شما نوشته میکنیم ای دی بالای ای بی ای ای بالای ای سی یا با دی ای e بالای بی سی هم مساوی میشه پس دی ای e بالای بی سی مساوی میشه پس به تناسب اول میگیم جز بجز. به جز و تناسب دوم میگیم جز به کل صحیح حالا ما کل به جز هم میتونیم نوشته کنیم اینا رو میتونیم تبدیل کنیم کل به جز نوشته کنیم ولی همین هر دو صحیح پس قضیه تالس یا تالس در مثلث به این شکل است اگر ما و شما مثلث ABC رو داشته باشیم که دی ای موازی با BC باشد هم میتونیم جز به جز نوشته کنیم هم میتونیم جز به کل نوشته کنیم دقت کنید زل وسعی زل BC و دی که اگر بخوایی دریافت کنی باید از جز به کل استفاده کنی یا سیست جزء به فقط یک جزء با ما و شما میده اما اگر جزء وسط ما خواستیم باید از جزء به کل استفاده کنیم چون اینی دی ای بالای بی سی با جزء به کل مساوی است یک مثال کار می‌کنم تا متوجه باشین به عنوان مثال با عنوان خط اینجا بکشیم مثال با یک مثلث داریم چون از دقت کنید اینی مثلث ما و شماست عنوان مثال میباشد A B C D E خب به این شکل است به ما شما داده ای رو داده دو این رو داده سه صحیح؟ ای رو به ما شما سه ای رو داده X و در اینجا ای رو داده چی؟ ای داده Y به به ما و شما میتوه پنج به ما شما چند؟ بنا مثال شش بتیم به ما شما گفته x وای دریافت کنید دو سه سه اکس و ای قسمت هم دی هم داده وای و ای زل بی سی ما شما هم داده شش گفته چیکار کنید چهار گرده شما x و وای دریافت کنید خب چرا خم دریافت میکنیم بسیار آسان است میگیم که و دقت کنید دی ای موازی با بی سی باید باشد صد فیصد در به ما شما این شکل باید به ما شما که دی ای موازی با بی سی است که قضیه تالس برقرار باشه اگر موازی نباشه یا برقرار نیست تا فکرتون باشد ها. باید در سوال به ما شما بگه که صد فیصد دی ای موازی با بی سی است بعد ما میتونیم از قضیه تالس استفاده کنیم خب قضیه تالس چی میگه چون دی ای موازی بی سی است چرا؟ چون خودش به ما چه به شک فلش کشیده گفته یعنی با این موازی است. ای به شک خودش به ما گفته. وقتی موازی باشه پس قضیه تالس برقرار خب قضیه تالس برقرار بود ما این ایکس رو میخوام تعریف کنیم یک جزء است دیگه ای سی نامش ایکس است پس جزء به جزء برش نوشتن میکنم جزء به جزء نوشته کو میشه ای دی بالای دی بی پس من نوشتن میکنم ای دی بالای دی بی ادی ای دی بالای دی بی مساوی ای ای بالای ای سی ای ای بالای ای سی صحیح است خب حالا قیمتاش وضع میکنیم ای دی چند است ای دی دو است بالای دی بی چند است دی بی سه است مساوی است با ای است سه و ای سی است اکس سیست از خب، اینجا اکس رو میتونیم دریافت کنیم اکس اگه ما دریافت کنیم چی میشه طرف وسط این بسازیم دوی زب در اکس میشه دو اکس مساوی است با سه سه نو خب حالی اطراف تقسیم بر دو بسازید پس X میشه چند اگه تقسیم بر دو بسازیم یعنی دو کرد دو خلاص پس در نتیجه نتیجه شما اینجا نوشته میکنم x مساوی میشه با نوی بر دو 9 بر دو که اگر اختصار کنیم میشه چهار اشاره پنج پس ای چند شد؟ x ما و شما دریافت کردیم چهار اشاره پنج سهیست؟ پس x تا نیستم دریافت کنیم اما وایه می دریافت کنیم وای اگر دریافت کنیم چون گفتم این نکته است وای باید از جزء به کل استفاده کنیم چون زل وسط ما و شما گفت اگه زلای وسط باشد صد و صد از جزء به با کل باید استفاده شود صحیح است اما اگه جزء بود جزء به جزء استفاده کردیم پس این نکته بسیار مهم است پس ما این بر پاک ای تخته بالا پاک میکنم و وای دریافت میکنم پس یارا پاک میکنم یارا خوب فهمیدین دیگه درست است برکه وای دریافت کنم ایدی بالای کل پس نوشته میکنم ایدی بالای ای بی است با ای ای بالای ای سی که خب یک تاش نوشته میکنم به طرف مساجم دریافت میشه دیگه او نیاز نیست ای بالای ای سیش نوشته کنم دی ای بالای بی سی سیست است با دی ای بالای بی سی امید از اردو دریافت میشه خب ایدی ما شما چند است قیمت بذارین ای ما و شما هست دو دو بالای AB دقت کنید شاگرد عزیز ای بی کلش هست دو با سه میشه چند میشه پنج میشه پس دوی بالای پنج مساوی است با دی ای نامش هست وای بالای شش پس وای بالای شش خب رو طرف این بسازین پس میشه پنج زب در وای میشه پنج وای مساوی است با دو شش دوازده پس وای ما و شما چند میشه اطراف تصمیم بر پنج بسازین میشه دوازده بعد پنج سیست پس وای امتحال اسیم دریافت کنیم دوازه بر 5 پس میتونیم اختصار کنیم و دوازه بر پنج تقسیم کنیم دریافت میشه دیگه سیست فام دیگه چرا خم شد دیگه نه؟ پس قضیه تالس یا تالیف در مسلسه خب فام میدیم و یک مثال هم کار کردیم فقط نکتهش یه هست شاگرده عزیز ما دو تناسب داریم یک تا جز به جز یک تا جز به کل گفتیم که اگر زل وسط با ما و شما دریافت کنیم بخواهی گفته دریافت کنیم باید از جز به کل استفاده کنیم این فکرت باشه امیره است. شاگرده عزیز و گرامی قضیه تالس در مسلس هم یک تا مثال هم کار کردیم پس من ما تیک مارک میکنم پس یه قضیه تالس در مثلث اما مبحث دوم ما شما چی هست؟ ساین یک زاویه حاده ساین چی هست؟ پس میریم سر تخته تخته رو پاک میکنم براتون و تشریح میکنم که ساین یک زاویه چی است و دقت کنید به ساین به همین ساین کوساین و تانجانت و کو کوتانجانت که ما و شما بخیر میخوایم، به یا میگن نسبت های مثلثاتی پس دقت کنید نسبت های مثلثاتی پس میریم سر تخته که بگیم نسبت های مثلثاتی که اولینش ساین است میخوانیم به چه می میباشد درست است پس بریم سر تخته نسبت های مثلثاتی که اولیش ساین است میخوانیم چی پس نسبت های مسلساتی که اولی چی هست؟ ساین یک زاویه که ساینه, ساینه میتونیم به این شکل هم نوشته کنیم ساین الفا که چی هست؟ خب دقت کنید چقدر عزیز و گرامی ما شما اگر یک مثلث قایم زاویه داشته باشیم یک تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم که زاویه چی 90 درجه داشته مثلث خواهیم زاویه یعنی یک زاویه 90 درجه داشته باشد این نامش باشد A B C و دقت کن اینی زاویه داخلی ما شما نامش باشد الفا یا بیتا یا تیتا فرق نمی کنه حالا الفا میگیریم زاویه C یا میتون زاویه C بگیم یا زاویه الفا بگیم صحیح است اینی زاویه الفا یا زاویه C هم گفته میشه خب شاگرد عزیز یعنی زاویه الفا را اگر ما شما داشته باشیم در مثلث قائم زاویه ساین از رو ما میتونیم تعریف کنیم ساین پس ساین الفا رو تعریف میکنیم ساین الفا یا ساین سی هم گفتم میشه فرق نمیکنه زاویه رو میتونید شما با داخل نشون بدین زاویه الفا یا با همین سی نشون بدین ساین سی فرقی نمیکنه میشه طبق تعریف که میکنیم این همیشه ثابت است یا تان باشد ساین الفا میشه از ضلع مقابل بر وتر دقت کنید الفا مقابل چی مقابلش ای نیسته. ای بی میشه مقابل به الفا دقت کنید شاگرد عزیز ما و شما وقتی یک زاویه داریم اینی زاویه ما شما منظور است اینی زاویه الفا است پس اینی زلش است اینی هم زلش است صحیح پس این زاویه الفاست. مقابل الفا چی میشه اینجا میشه ای چی است این همو زل ای, ای بی است صحیح خب ای ای سی چی به که وتر نامش پس ای چی است این زل مقابل ای بی میشه مقابل الفا بی سی چی میشه میشه مجاور الفا مجاور یعنی همسایه نزدیکش صحیح پس بی سی مجاور به الفاست بی چی مقابل به الفاست حال دقت کن شاگرد عزیز اگر ما شما اینی زاویه نامش رو بیتا بگیریم یا تتا فرق نمیکنه خب ظل مقابل و بتا چی میشه؟ زل مقابل بتا میشه یعنی پایین مقابلش هست میشه bc مقابل زاویر. اگه و یعنی زاویه اگر ما شما بتا بگیریم bc مقابل و بتا است و ab چی است؟ مجاور با بتا است پس نظر به کدام زاویه از ما شما بخوايه سوال پس فکرت باشه مقابل مقابل الفا و مال ما و شما و چی میشه؟ ab میشه مجاور الفا چی میشه؟ bc میشه خب پس ساین الفا رو ما و شما تعریف میکنیم ساین یک زاویه رو تعریف میکنیم ظل مقابل زل A مقابل به وتر پس زل مقابل بر وتر یک چی میشه یک نسبت میشه یک کسر است دیگه یک نسبت است و از روی چی از روی یک مثلث قائم زاویه جور جور میشه به او خاطر میگیم نسبت های مثلثاتی حالا چی است ساین یک تاش است در درس بعد به خیر تانجانت هم میخونیم پس به او خاطر میگیم نسبت های مثلثاتی است. پس ساین الفا چی میشه زل مقابل بر وتر است. پس در اینجا ما زل مقابل ما میشه AB بر وتر ما و شما AC است پس مساوی میشه با AB بر AC سهیست؟ پس ساین در شکل ما و شما داریم ساین الفای ما و شما چی میشه؟ زل مقابل بر وتر میشه اگر این زاویه نامش بیتا باشد شاگرده عزیز اگر کنم این نامش بیتا باشد آلی ساین بیتا رو میتونی شما دریافت کنید ساین بتا دقت کنید ساین بتا ساین بتا چی میشه ضلع مقابل و بتا به بتا مقابل هست bc است. تا فکر بشه ab نیست نه ab بی در بتا چی میشه مجاور میشه پس bc بر وتر ما شما ممکن است پس ز... ساین بتاام چی میشه ضلع مقابل بر وتر که میشه bc بر ac پس دقت کنید شاگرد عزیز اینی تعریف کردیم ساین یک زاویه چی میشه زل مقابل بر وتر همیشه ثابت است همین درست است یادتون یاد باشه پس ساین یک زاویه حاده زاویه 90 درجه کوچکتر از 90 باشد میگیم چی حاده زاویه حاده ساین میشه زل مقابل بر وتر میشه درست است خب حالا اون زاویه بسی که داره کجا باشه دایی باشه دایی دا یکی دا باشد در کدام شد اما زل مقابل خودشه باید بر وتر نوشته کنیم سعی است چه رقم شده به عنوان مثال چه گردی عزیز دهمی اگر این باشد 3 یعنی باشد 4 یعنی وتر ما شما باشد 5 به عنوان مثال خب عالی ساین بانده اینجا نوشته کنم این ساین رو پاک کنم خب اینی، مسایی با ساین الفا ما و شما چند میشه؟ ساین الفا گفتیم ای بی وتر وطر ای بی ما و شما چند است؟ چار است وطر ما و شما پنج است پس میشه چار بر پنج سیست؟ پس چار بر پنج پس ساین الفا چند شد؟ چار بر پنج یک تا عدد شد خب ساین بیتا چند میشه؟ زل مقابل چی است؟ بی سی بی سی چند سه بر پنج پس جواب از این میشه چند؟ سه بر پنج پس ساین الفا و ساین بیتا رو تانیسیم دریافت کنیم بسیار هم آسان سهیست؟ خب شاگرده عزیز دقت کنید دقت کنید بسیار مهم است که اگر با ما و شما ما با عنوان مثال ساین الفا رو با ما و شما بگه که دریافت کنید یعنی چار نداده باشه یعنی چار با ما و شما نداده گفته ساین الفا دریافت کنید سه و پنج رو داده چه رقم دریافت میکنید؟ مثلث چی هست؟ قائم زاوی است با نان مثال این رج نداده فرض گفته این صفر این پنج. ساین ال ساین بتار خب میتونیم دریافت کنیم سه بر 5 اما ساین الفا رو چه رقم دریافت کنیم مثلث مگر قائم زاویه نیست آفرین وقتی قائم زاویه باشد کدام قضیه برقرار است قضیه فیثاغورس آفرین پس ما میتونیم از قضیه فیثاغورس یعنی ای دریافت کنیم قضیه فیثاغورس چه چه رقم بود میگفتیم که 5 مربع مساوی با سه مربع جمع این نامش بگیریم x x مربع پس 5 مربع میشه 25 مساوی 3 مربع 9 جمع x مربع خب 9 دایی انتقال بدن میشه 25 منفی 9 مساوی است با x مربع 25 منفی 9 میشه 16 مساوی است با x مربع پس x ما و شما چند میشه؟ 4 میشه میشه جز 16 که مساوی است با 4 پس ما این رو میتاریم خود ما دریافت کنیم پس فکرتان باشد مثلف چون قائم زاوی است رابطه فیثاغورس توش است برقرار است پس میتونیم دریافت کنیم اگر نداده باشم ما میتونیم حال دریافت میکنیم و بعد میمونیم چه 4 بر وتر 4 بر 5 که وتر ما شما 5 پس 4 بر 5 میشه صحیح است پس ساین یک زاویه حاده گفتیم تعریف چی است زل مقابل در وتر فقط به شرطی که مثلث ما شما چی باشد قائم و زاویه باشد صحیح است خب پس ساین یک زاویه ها در ما شما فهمیدیم ساین یک زاویه چی میشه زل مقابل بر وقت من تختر پاک میکنم یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم درست است <موسیقی> خب شاگرد عزیز یک مثال دیگه کار کنیم که درس ما شما به خیر خلاص شوه پس مثال دقت کنید شاگرد عزیز یک تا به شک ما شما مثلث قائم زاویه داده بونمیره پاک کنم که قائم زاویه نشد این به شک اینجا 90 درجه است قائم زاویه است این باشد ای, باشد. ای بی سی و زاویه بی, ما ما شما باشد 63 درجه صحیح زاویه بی با ما شما داده زاویه بی مساوی است با 3 درجه سایس خودش با ما داده خود سوال گفته که این وتر ما و شما باشد با نان سال دو اینی باشد x و از طرفیم یعنی هم به ما و شما داده که ساین 3 درجه و الفا یک زاویه است که بر اساس درجه نمیتونه نوشته کنیم، صحیح است؟ باشه از صفر اشاره ۸۹۱ اش به عنوان مثال، خود این سوال کتاب است، خود است کتاب به ما شما داده گفته ساین ۶۳ درجه، که ماشین حساب حساب کرده، شده چند؟ صفر اشاره ۸۹۱، صحیح است؟ اش به ما شما گفته که، چه؟ اکسه دریافت کنید یک در شکل هم داده گفته یک دریافت کنید خب ما و شما اینو چه رقم کار میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید ما یک بار فاین خود سوال با ما و شما داده یک بار ما و شما با توجه به تعریف کمالی کردیم از از, از روی شک میتونیم دریافت کنیم امیز زاویه بی ما و شما 63 درجه فاین چی میشه میشه زل مقابل بر وتر صحیح پس ما یک بار دیگه ما چی میکنیم ساین زاویه بی را ما خودم دریافت میکنم زاویه بی خود فاینش دریافت میکنم میشه زیل مقابل زاویه بی چی میشه ایکس میشه صحیح و بر وط و شما چند است؟ دو است پس ایکس بر دو سعی سیزانه؟ چرا چی رقم شد دیگه پس ساینه که ما شما از روش یک کردیم شد ایکس بر دو ساین بی ما با شما شست شست سه درجه است دیگه بان من این رو نوشته کنم که بفاهمی ساین B پس ساین زاویه B که بی ما شما چند درجه است؟ 63 سه پس شد ساین درجه طبقه شکلی که ما و شما داریم چند شد شد x بر دو چیزی که عمل یاد گرفتین زل مقابل بر وتر شد x بر دو از طرف خود سوال به ما و شما چی داده گفته ساین 63 درجه خودش که با ماشین حساب حساب کرده و شده 0.891 پس ساین 63 ما دریافت کردیم x بر دو ساین 63 به ما داده 80 0.891 پس هر دو باید با هم مساوی باشد چون هر دو 63 درجه است دیگه صحیح پس ما از هر دو نتیجه میگیریم پس x بر دو مساوی است با صفر اشاریه. 891 سایی است خب حالا این میتونیم یک تناسب است دیگه طرف وسط این نکنیم به این مخرج یک میتونیم طرف این وسط این x زب در یک میشه x مثلا دوی زب در 82 زب در 0 که ضرب بسازیم یک عدد دریافت میشه سایی پس این ضربش خودتا دریافت کنیم پس داد نشیم x دریافت کنه پس دقت کن شاگرد عزیز پس ساین یک زاویه ها در گفتیم چی است زل مقابل بر وتر و سوال امتحان به شک می آید سایز فرمول چه رقم شد دیگه نه ساین یک زاویه ها درم خواندیم درست است پس من میره تیک مارک میکنم پس ساین زاویه ها درم خواندیم اما میریم کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه 98 و 100 کتاب حل میکنید به ما روان میکنید از طریق واتساپ نمبرش هم خودتان میدانید 2964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز درس امروز ما و شما خیر خلاص میشه پایان درس اول از فصل چهارم بخیر درس بعد کساین و تانجانت یک زاویه ها داره میخوانیم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان میسپارم